پوکی استخوان در کمین حتی در سنین پایین هم داره ایجاد میشه و یه موزل جدی است. تا انتهای ویدیو حتما همراه من باشین. دکتر احسان میرزایی هستم، نویسنده و محقق در حوزه طب سنتی. حتما این ویدیو رو برای هموطنان دیگه هم ارسال بکنید چون بسیار کاربردی است. ببینید، پوکی استخوان الان در جوامع به شدت در حال افزایشه. حتی سن پوکی استخوان مثل مشکلات قلبی در حال کاهشه. یکی از علتهای بروز پوکی استخوان عدم تحرکه. خب بشر امروزی اصلا تحرک قبل رو نداره. ما اگر ورزش روزانه داشته باشیم و تحرک روزانه به حد کفایت داشته باشیم، پوکی استخوان هم به سراغمون نمیاد و این نکته بسیار مهمی است که به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم. خیلی مهم است که ما فی الواقع ورزش متوالی رو داشته باشیم. اما یه سری غذاها هم هستن که پوکی استخوان ایجاد میکنن که در انتهای ویدیو میخوام بهتون بگم. به خصوص یه غذایی که بسیار تعجب خواهید کرد از شنیدنش که خیلی هم توصیه میشه مصرف بشود، که الان بهتون نمیگم چون خیلی شاکرید بحثمه. میخوام اون انتها بهتون بگم که حتما مطالب دیگر هم پیگیری بکنید و اینا رو هم یاد بگیرین، اینایی که در حقیقت استخوانساز هستن. خب یه سری غذاهای استخوانساز رو میخوام بهتون معرفی بکنم، از اینها استفاده بکنید. غذای استخوانساز اولیش میتونه استفاده از فسنجان بادام باشه. بادام به عنوان یک مقوی قوای عمومی بدن در طب سنتی به حساب میاد و سرشار از کلسیومه و یک استخوانساز بسیار عالی است. پس برای گرم‌مزاجا که به خصوص اگزما میگیرن، وقتی که فسنجون گردو استفاده میکنن، فسنجون بادام رو جایگزین بکنید. نصفش مثلا بادام باشه و بقیهش استفاده از کدو باشد که فسنجانی بسیار خوشمزه است. حالا ممکنه نفر بگه من از فسنجون خوشم نمیاد. تو میتونی از شیر بادوم استفاده بکنی. بادوم رو 7 الی 14 تاش آسیاب بکن، یک کمی شکر بهش اضافه بکن و مقداری آب یا عرق بیدمش و اینو آرام آرام نوش جان بکن. هر روز در استخوانسازی بی بدیله. یه فرهنگ قشنگ ما داشتیم ایرونیا، متاسفانه از بین رفت. الان تو مناطق بیابونی و روستاهای مختلف کشور دیگه به جاش کاج کاشتن. بله، کاجی که من نمیدونم واقعا چه منفعتی برای مردم داره، اونم سنجده. سنجد، بادام، عرض بشود که زیتون و گیاهانی که مختص هر منطقه هستند در کشور ما، اینها واقعا در تقویت قوای عمومی بدن و استخوان‌ها بی‌نظیرن. اما ما خب جاشون یاد گرفتیم. بالاخره یک فرهنگ وارداتی است که اسناد بین‌المللی به ما یاد داده است که حتما باید کاج بکارید. ما هم دیگه همه داریم همجا کاج میکنیم دیگه، واقعا دستمون درد نکنه کاری که بسیار اشتباهیه. پس یک استخوانساز دیگه استفاده از زیتونه. روغن زیتون رو جایگزین بکنید به جای روغنهای دیگه. گرونه، منم میدونم گرونه، اما مصرف روغن تو بیار پایین تر، به جاش روغن سالم استفاده بکن. هم جلوگیری میکنه از تسلب شرائین، هم یک استخوانساز بسیار عالی است. ضمن اینکه روغن مالی استخوانهای بدن و کل بدن با روغن زیتون هم میتونه در استحکام استخوانها بسیار بسیار کمک کننده باشه. استفاده از پنیر و گردو در شب به عنوان غذای عالی هم به لاغری کمک میکنه. قابل توجه خانمان که دوست دارن لاغر بشن، هم به لاغری کمک میکنه، هم به هضم غذا کمک میکنه و هم بسیار استخوانساز، چون کلسیم پنیر در شب بسیار بهتر جذب خواهد شد. تویی که یبوست داری و میخوای استخوانسازی هم در بدن صورت بگیره و دیابت هم نداری، چون انجیر میتونه قند خون رو بالا ببره، به توصیه میکنم که 5 تا دونه انجیر رو داخل گلاب خیس بکنی، صبح ناشتا ازش استفاده بکنی، هم یبوست رو برطرف میکنه و هم بسیار استخوانسازه. استفاده از باقلا، یا مردم معمولا میگن باقالی، باقالی تازه رو فریز شده شو نه فریز شده به هیچ دردی نمیخوره. باقالی تازه رو باقالی پلو بکنید و ازش استفاده کنید و یا بپزید ازش استفاده بکنید در خونسازی و تقویت قوای عمومی بدن و استخوانسازی، واقعا فوق العاده و بی‌نظیره. یک روش خانگی مهم دیگه هم وجود داره که این به عنوان آخرین دستور باشه و بعد اون غذایی که نباید زیاد استفاده بکنی رو میخوام بهت بگم که باعث تعجبت خواهد شد. خب یه غذای دیگه ای که من بهتون توصیه میکنم استفاده از پخته شده قلم
گوسفند و قلم گوساله است که این رو آب بریزید، بگذارید 7-8 ساعت بمونه، عصارش خارج میشه و هم میتونید این رو در حقیقت عصارش رو جدا بکنید و بگذارید توی غذای بچه هاتون اضافه بکنید. به عنوان رشد استخوانی، رشد قد بسیار کمک کننده است، از پوکی استخوان هم پیشگیری میکنه. منتها اگر کسی در سن بالا میخواد استفاده بکنه، باید چربی روش رو جدا بکنه که خدا نکرده چربی خونش رو خیلی افزایش نده. و اما اون غذایی که نباید زیاد بخوریدش که پوکی استخوان میاره چیه به نظرتون؟ همین الان کامنت کنید لطفاً، میخوام ببینم نظرتون راجبش چیه، که اون غذا چیه که اصلا اگه زیاده روی بکنید پوکی استخوان میاد سراغتون و الان هم خیلی میگن بخوریدش. ماست؟ نه، اتفاقا برای گرم مزاجی ماست عالیست. اگر میخوای که استخوناتون محکم بشه تو فصل گرما، تو فصل تابستون ماست بخورید که فوق را در استخوانزازی بیبدیله. احتمالا یه سریاتون درست نوشتید، بله اون شیره که هر روز دارید میبینید که به اساس اسناد بین المللی هی توصیه میکنه هر روز شیر بخورید. اشتباه عزیزان دل من، حکمای ما در کتاب حفظ و صحه ناصری که دارم روزای زوج توی لایو به مردم عزیزم آموزش میدم، اونجا هم گفتم در کتاب حفظ و صحه ناصری در کتب متعدد حکما میفرمان زیاده روی در مصرف شیر، یعنی استفاده زیاده از شیر، نه زیاده روی تازه، حکما میگن که نباید مصرف شیر زیاد باشه. مثلا اینکه هر روز بخوری یا یه روز درمیون بخوری، استفاده از شیر کلیه‌ها رو ضعیف میکنه و به بدن میتونه آسیب بزنه. چرا؟ چون تحقیقات اخیر در دنیا تازه رسیده به حرف حکمای ما در چند صد سال پیش، که چی؟ حکما میفرمایند که افراط در مصرفش پوکی استخوان میاره. الان تحقیقات پیش رسیده که خون رو اسیدی میکنه و خودش عامل پوکی استخوان میتونه باشه. پس زیاده روی در مصرف شیر نشه باشید. مصرف شیرتون تا میتونید کاهش بدید، هر از گاهی از شیر استفاده بکنید و فقط به صورت مقطعی ازش استفاده کنید و استخوانسازایی که بهتون یاد دادم از اونها استفاده بکنید. ارسال این ویدیو برای هموطنان دیگه که مشکل پوکی استخوان دارن خیلی لازمه ها.